سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین‌الملل از مالما با ماست. خانم مطلبی خیلی خوش آمدید. حاشیه پیرامون موضوع آتانازی بسیار زیاد هست. از دید شما که در ارتباط مستقیم هستین با سیستم درمان، چه مزایا و معایبی پررنگ هست در این عمل آتانازی؟ با سلام خدمت شما. ببینید، نکته اول اینه که اول یه تفاوتی که خوشبختانه قائل شدن همکار شما توی انواع مختلف اتانازی دیگه اینه که کاملا با خودکشی متفاوته. یعنی خودکشی وقتیه که شخص به هر دلیلی تصمیم میگیره به زندگی خودش پایان بده، ولی مرگ تسهیل شده در واقع وقتیه که شخص توی شرایطی قرار داره که بیماری لاعلاج و سبالعلاج و رنج فراوانی میبره و اون وقت شرایطی برایش پیش میاد که توی کشورهای مختلف متفاوته. همکارتون فرمودن که تو 10 تا کشوره، ولی عملا تعداد کشورهایی که به صورت قانونی تصدیق نکردن ولی در شرایط ویژه مرگ تسهیل شده رو امکانش رو میدن تقریبا حداقل 15 تا هست. و اینکه از مزایای در موردش بحث‌های مختلفی وجود داره. از مزایاش اینه که در واقع پایان درد و رنج برای بیماری که بیماری لاعلاجی داره و هیچ چاره‌ای نیست و حتی به دردهاش هم مسکن ها ممکنه که جوابگوی نباشن و از کیفیت زندگی خودش رنج میبره و این امکانه، همونطور که فرمودید، امکانه حق انتخاب برای یک مرگ آبرومند رو داره که تو شرایطی قرار نگیری که اختیار رفتار و اعمال خودشو داشته باشه و باعث تحقیرش بشه و دیگر لازم اقتصادی ممکنه که فشار رو بر خانواده و اطرافیانش و فشار روانی و روحی رو روی اونها کمتر بکنه وقتی که مطمئنم هستن که هیچ علاجی برای بیماری وجود نداره. و دیگه اینی که از لازم توزیع امکانات درمانی هم ممکنه که به سیستم کمک کنه، چنانچه این تو حین کرونا هم اتفاقا بود. تو مواردی که در واقع اولویت بندی میشد برای کسانی که محدودیت وجود دستگاهی ونتیلاتور مثلا بخوان به دستگاه ها وصل بشن، مثلا جوان ها تو اولویت قرار داده میشدن، این امکان رو ایجاد میکنه برای کسی که مثلا دچار مرگ مغزیه و مطمئن هستن که امکان برگشت وجود نداره که بخوان دستگاه جداش کنن. در مقابل معایبی داره که مهمترینش بیشتر در واقع مسئله اخلاقیه که میگن در واقع حیات قداست داره و همونطور که الان پاپ گفتیه شما در واقع بازی نمی کنید با مفهوم حیات. و دیگه این که امکان سوء استفاده از این وجود داره، مخصوصا تو تعیین شرایطی که برش پیش میاد و دیگه امکان خطای پزشکی هست. مثلا در یک گزارشی تو سال 2019 در کمپیش منتشر شدش که مثبت مواد مثبت کاذب تو تست آپنه که در واقع یکی از سه تا شروطی هستش که برای تعیین مرگ مغزی به کار گرفته میشه گزارش شده که این باعث میشه که در واقع تستای مفصل تری رو بدون آپنه هم بخوان استفاده بکنن. و از دیگه موارد دیگه اینه که ممکنه که ارزش حیات بیاد پایین و اتفاقی بیفته که مثلا تو زمان هیتلر افتاد. متوجهم، متشکرم از شما. موضوع پیچیده‌ای هست خانم مطلبی، در وقت کم برای ما توضیح دادین. سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین‌الملل از مالمو.